دوستان عزیز سلام با آموزش زبان انگلیسی خوش آمدین موضوعی درس مرور بر فصل اول است کسایتان که با ما بودین تا به حال یک فصلی کتاب را کتاب به نام English for Farsi Speakers در این فصل ما سفر شروع کردیم الف بارا خواندیم صدای الف بارا خواندیم اسم را خواندیم ضمیر را خواندیم کلمات پرکاربرد را خواندیم در این درس مرور میکنیم بر موضوعات بسیار مهمی را که در فصل اول خواندیم بعد از دیدن یا خواندن این درس شما میفهمین که کدام درس را بهتر یاد گرفتین و کدامش باید برین باز از سر ببینین و بهتر یاد بگیرین دوستان عزیز فصل اول در صفحه سی و تمام میشه یعنی سی و پنج صفحه درس خوانده ما شما در فصل اول من اینجا کل موضوعات را برتان نمیگم فقط بعض موضوعات را بسیار مختصر سرش مرور میکنم خب چیز را که اول خواندیم یعنی از صفر که شروع کردیم به یادتان است الف با انگلیسی را خواندیم ای بی سی انگلیسی را خواندیم و این را خواندیم که چطور بتانیم با حروف انگلیسی یک چیز نوشته کنیم یک اسم را نوشته کنیم و یا هم یک چیز را در انگلیسی بخوانیم خب ما شما صدای هر حرف انگلیسی را خواندیم مثلا صدای ای الف است صدای بی بی است صدای سی کاف است یا سین است کل صداها را برتان نوشته کردم و تمرین کردیم اگر در صداهای الف با انگلیسی مشکل دارین برین به درس اول اینجا یک مثال برتان کار میکنم سعی کنید اینجا برتان نشته کردیم. کار کار کسایی که بیخی هستین به انگلیسی اگر بخواین که یک چیز رو در انگلیسی بخوانین ببینین که صدای هر حرف چی است مثلا صدای سی چی است صدای سی کاف است درست؟ اه. صدای ا چی است؟ الف است و صدای آرم ریس پس ای چی شد؟ کار کار خانده میشه کار یعنی موتر به می ترتیب شما میتونین با فامیدن صداهای هر حرف انگلیسی یک چیز رو در انگلیسی بخوانین یا نوشته کنین خب یام بود الف با بریم به درس اول اگر در الف با انگلیسی مشکل داریم بعد از این ما شما خواندیم بعض کلمات مهم را ما شما مکالمه ها را خواندیم در مکالمه ها یک چند چیز بسیار مهم را یاد گرفتیم مثلا یاد گرفتیم که بگوییم that is that یعنی t h a t that is است on است that is وقتی به یک چیزی که دور باشه از ما اشاره می کنیم یا دربارش گپ میزنیم از چی استفاده میکنیم از that و is مانایش است است that is on است That is. چیز دگره که خواندیم چی بود؟ This is بود. This is. This is. This یعنی این. یک چیزی که نزدیک باشه بر ما وقتی برش اشاره میکنیم یا در بارش گپ میزنیم از this استفاده میکنیم. مثلا میگیم this is a marker. This این is است. این است. یک ای مثالش است و در درس های قبلی برای هر کدام از این ده 15 جمله ما شما ساختیم اگر مشکل دارین برین به درس قبلی بعد از او دوستا ما شما یک چند کلمه را یاد گرفتیم یک چند کلمه جدید را یاد گرفتیم که بتانیم با استفاده از این کلمات و این کلمات جمله های بسیار کوتاه و ساده را بسازیم مثلا ما شما یاد گرفتیم بک بک یعنی کتاب کلمه جدید boy یعنی بچه good یعنی خوب happy یعنی خوش پن یعنی قلم bank یعنی بانک easy یعنی آسان و cold یعنی سرد دوستایی یک چند نمونه کلمات جدید است در کتاب با شما فکر می کنم چل پینجا کلمه جدید را یاد گرفتیم و به هر کدامش جمله ساختیم شما می با استفاده از that is و this is جمله بسیار کوتاه بسازید. مثلا بگوییم this is this is, this is" A book. That is a boy. That is a pen. That is a bank. با استفاده از ای کلش ما میتونیم جمله بسیار کوتاه را بسازیم. در غیر از او این کلمات را به خاطر برتون در درس های اولی معرفی کردیم که وقت جمله می سازیم در درس های بعدی بتونیم از این کلمات استفاده کنیم. موضوع دیگر که خواندیم ایم، فعل های یا بودن بود و هم ضمایر فایلی. ما شما یاد گرفتیم که I چی مانا داره؟ یاد گرفتیم که I من مانا داره، You شما مانا داره و هم مانای دیگرش، تو وی ما مانا داره ما و آنها مانا داره t ای -e y هی او او مرد یا او بچه شی هم او مانا داره او زن یا او دختر ای چی مانا داره؟ او بیجان یا این هم مانا داره. یگان وقت این مانا میده او یک چیز بیجان یا حیوان باشه برش ات استفاده میکنه دوستا این بسیار مهم است. این کلمات اساس زبان است. چون یکی از پرستفاده ترین کلمات است. در انگلیسی یکی چی که چندین کلمات که هست از جمله پر استفاده ترین کلمات هستند پس اینها را باید تکرار کنیم و درست بفهمیم I, من, you, شما, we, ما, they, آنها, he, او, she, هم تا, it, او چیز دگر که خواندیم فعل های توبی بودن مثلا ما شما خواندیم که ما شما خواندیم ام چی مانا هستم آر هستید آر هستیم ببینین آر اینجا هستید مانا داره اینجا هستیم نوشته کردم بخ... برش بخاطر که وقت آر را با یو استفاده کنین هستید مانا وقتی وقت آر را با وی استفاده کنیم هستیم مانا وقتی آر را با ذی استفاده کنیم هستند مانا میده از را خاندیم چی مانا است مانا از است است کلشان است است خواه آمدیم دوستا ده ای که افعال توبی بی را با ایزمایر چطور استفاده کنیم اینجا بر تان مثالش را گفته I am, یعنی من هستم You are شما هستید We are ما هستیم. He is او است. یعنی او مرد یا او بچه. She is او است. یعنی او دختر یا او زن. They are آنها هستند دوستا ای را برتون به خاطر جدا نوشته کردیم و هر کدام شب با فعل درست استفاده کردیم به خاطری که ای بسیار زیاد مهم است اکثر جملات را که ما شما میگیم از ام و آر و از استفاده میکنیم زمایر ما همچنان مثلا وقتی میگیم من خوش هستم I am من هستم خوش هپی یو آر beautiful. شما هستید مقبول یو آر شما هستید یو آر را میتونین با کلمات بیشتر و صفت های بیشتر استفاده کنین مثلا میگیم هی از هپی او خوش است شی happy. هپی دی آر بسیار زیاد تکرار کنین و خوب درست یاد بگیرین برازی بعدا برمیگردیم چیز دیگر که یاد گرفتیم اجزای کلام بود دوستا اجزای کلام واحد های ساختمانی جمله ها هستن واحد های ساختمانی یک زبان هستن کلمات که یک جمله از او ساخته میشه و بعدا یک پروگراف از او ساخته میشه و بعدا یک کتاب و یک, یک تمام کلام از او ساخته میشه ای را اجزای کلام, میگن یا جزهای کلام مثلا اینجا ما برتون یک مثال میگم اول برتون در فارسی میگم چون اگر فارسی درست فامیدن انگلیسی شما این است سعی کنید اینجا یک جمله را برتون نشته کرده من دیروز در موتر جدید کابل رفتم من دیروز در موتر جدید کابل رفتم این چی است یک کلام است هر جمله ای را که ما میگیم گپ را که ما میزنیم این چی است این کلام میگه اجزای کلام هم جزهایش هستند هم بخش هستند که جمله ازو ساخته شده مثلا در این مثال این یک جزء کلام است این جزء دیگه 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 اش است این جزء دیگه اش است و این جزء دیگه اش است از همین بخش یا جزء های کوچک چی ساخته شده؟ کلام ساخته شده، یک جمله ساخته شده در هر زبانه که باشه، در فارسی، در پشتو، در انگلیسی، در فرانسوی، در هر زبانی که باشه وقت اجزای کلام را درست یاد گرفتین و یاد گرفتین که درست از اجزای کلام استفاده کنین شما او زبان را یاد گرفتین گرامر او زبان را بیخی یاد گرفتین و او زبان برتان بیخی آسان میشه مثلا به خاطر که وقت زبان رو یاد میگیرین یک یا کسی برتون میگه که مثلا این جزء ده کجا میایه این ای اجزا هر کدامش مربوط یک گروپ میشه مثلا این اسم است مثلا این صفت است این اسم است این فعل است این اجزای کلام یا بخش های کلام مربوط گروپ های مختلف میشه بعضشان اسم هستن بعضشان صفت هستن بعضشان حرف اضافه هستن ما شما که فهمیدیم که چطور ای هر کلمه را در جای درستش استفاده کنیم زبان را یاد گرفتیم هر زبان که باشه بسیار بر ما آسان میشه ببینن در اینجا ما براتون میگم مثلا من دیروز دیروز سعی کنین چی است اسم است در حرف اضافه است موتر سعی کنین اسم است جدید صفت است کابل اسم است رفتن فعل است حال در دری ببینین در فارسی ببینین ما شما فعل را در آخر جمله میگذاریم اگر ما شما بخوایم به کس دری را یاد بتیم برشان میگیم که هر وقت یک جمله را در فارسی و دری میساختی فعل را در آخر جمله بگذار او شخص اگر اجزای کلام رو درست یاد داشته باشه بفهمه که فعل چی است اتومات میره فعل در آخر جمله میگذاره و جملهش درست میآید به می ترتیب ما شما هم اگر در انگلیسی بفهمیم که فعل چی است وقتی بگویم برد که فعل را در موقعیت جمله بگذار یا صفت را کجا بگذاری ای را که بفهمی جمله درست میسازی بر صورتش اجزای کلام بخش هایی هستند که جمله از او ساخته شده مثلا اینجا ما شما میبینیم You are kind. You are kind چی مانا؟ شما مهربان هستن سعی کنین. سبجکت یا فایل جمله است. فیل جمله است. و صفت است. یا اینجا ما شما گفتیم new car. موتر جدید. موتر جدید. موتر جدید. ما شما اینجا اجزای کلام را اگر یاد داشته باشیم میفهمیم چطوری را درست نوشته کنیم مثلا یک مثال در فارسی براتون میگم فرض که یک کس اگر بگوی جدید موتر تو برش میگی نه غلط گفتی چرا؟ به خاطر که اول صفت را نوشته کردی بعد از او اسم را نوشته کردی میگی برش در فارسی اول صفت نمی آیا. اول در فارسی چی می آیا؟ اسم می آیا بعد از او صفت می آیا. اگه او آدم بفهمه که اسم چی است صفت چی است بعد از او همیشه اول اسم را می بعد از او صفت را می اما تو در انگلیسی اگر تو بفهمی که صفت چی است و اسم چی است بسیار باسانی در انگلیسی اول چی می آیا؟ اول صفت می آیا. بعد ازو از او اسم می از طرف چپ براست بنان همیشه بعد از اینکه تو یک کلمه را میگی یا چیزی را با صفتش میگی اول صفت را میگی مثلا میگی نیو کار هپی من مرد خوش یا Kind من مرد مهربان در فارسی میگیم مرد مهربان درست؟ دیدین در فارسی اول چی کردیم؟ اسم را استفاده کردیم و مهربان صفتش است در باره مرد بر ما بیشتر معلومات میده که چی رقم مرد است؟ مرد مهربان است اما در انگلیسی برعکس است اول چی میکنیم؟ صفت را میگیم kind بعد از اون مرد را میگیم man kind man مرد مهربان به ترتیب اگر ما شما بفهمیم که صفت چیست اسم چی است ضمیر چی است قید چی است فعل آموزش زبان انگلیسی بر ما بسیار ساده میشه زبان خود را حتی بیشتر میفهمیم ما هر زبان دیگر اگر بخوایم یاد بگیریم بر ما آسان تر میشه چون ما شما با زیاد میگیریم که زبان چی رقم کار میده چی رقم ساخته میشه جملات خب این بود موضوع اجزای کلام اگر در اجزای کلام مشکل دارین برین به درس قبلی ما که در اجزای کلام هست خوب را بخوانین ببینین و تکرار کنین خب اجزای کلام گفتیم بخش است که جمله از او ساخته شده گروپ هاستن مثلا یک گروپ از کلمات است که کلشان اسم است یک گروپ از کلمات است که صفت است مثالش حال ما شما میگیم خوب بد زیبا مهربان اینا کلش صفت هستن چون در باری دیگه چیزها بر ما معلومات بیشتر میده مثلا میگیم مرد خوب مرد بد مرد زیبا مرد مهربان یا مثلا میگیم کار خوب کار بد کار زیبا خود نمیگیم مثلا آدم مهربان درباره اسم ها بر ما معلومات میده یا مثلا وقتی میگیم وقتی میگیم خانه موتر آدم زن مرد یا کل چی هستن؟ اسم هستن خانه موتر آدم خانه خوب موتر نو آدم خوب یا اسم هاستن. صفت هم راش استفاده می کنیم صفت درباره باره بر ما شما بیشتر می وقتی بفهمیم که صفت چی است اسم چی است استفاده رو می تانیم آسان تریاد بگیریم یا فیل چی است مثلا می رفتم کردم دیدم کل چیزایی که عمل است فعل است خب یا بود اجزای کلام ما شما بسیار زیاد تاکید کرده ایم بر ساختن جمله چون ما طرفدار از این نیستم که ما شما وقت هر زبان را یاد می جملات را حفظ کنیم با حفظ کردن جمله ها شما هرگز انگلیسی را درست یاد گرفته بلکه خودتان باید بفهمین که چطور جمله بسازین ما بعض وقت می بینم ها پرسان می‌کنند که اینی جمله را چطور بگویم این رقم اینی چیز را در انگلیسی چطور بگویم درست است یگان جمله را اگر نفهم میپرسان کنی درست است اما چیز اساسی از در هر زبانی که یاد میگیرین که خودتان یاد بگیرین چطور جمله بسازین وقتی خودتان یاد گرفتین که چطور جمله بسازین با کلمات بسیار کم شما میتونین به سطها جمله بسازین به سطها جمله را معنایش را بفهمین به این خاطر در این سلسله تاکید ما به می بوده که همیشه کوشش کنین خودتان ساختن را یاد بگیرین تیار اگر هر چیز را کسی برتان بتا تمام میشه اما خودتان اگر یاد گرفتین که چطور بسازین چطور جمله بسازین بنان به ضرورتتان هر وقت که جمله را ضرورت داشته باشین و هر چیز را که گفتنش را ضرورت داشته باشین خودتان میسازین و از یک کلمه به خاطر ساختن چندین جمله استفاده میکنین بناهن تاکید ما در تمام درس های قبلی و در بعدی حتما همی است که شما یاد بگیرین چطور جمله بسازین جمله ساختن یعنی توانستن صحبت کردن در هر زبانی که میخواین خب اینجا حرف تعریف را خواندیم در یک درس حرف تعریف حرف تعریف دوستا کدام چیز دیگه نیست اینمی ار که ما شما میگیم This is a new car اینمی ای یعنی یک اینمی حرف تعریف است حرف تعریف نامعین است یا وقتی میگیم ان اورنج یک کینو ای ان و ا حرف چی هستن؟ تعریف هستن مانایش چی است یک a new کار یک موتر جدید ان اورنج یک کینو یا نارنج ا بک یک کتاب حرف تعریف معین هم داریم در انگلیسی در فارسی بسیار معمول نیست به همین طریقه استفاده نمیشه در این باره برتون سابق هم گفتیم که یک کم مغلق است فهمیدنش تا یک کم پیش بریم برتون مشکل می باشه باز هم اگر ده موضوع ده مشکل دارین در درس قبلی برین در آینده باز برتون در از ازی میگم ای امیر یاد بگیرین که ا یعنی یک و ان یعنی یک ان با حروف واول شروع میشه کلمات که با حروف واول شروع میشه پیش رویش ان میگذاریم در غیر از او ام میگذاریم باز دوستا کلمات پرکاربرد رخاندیم کلمات پرکاربرد کلمات هستند که استفادهش بسیار زیاد است. ما درباره کلمات پرکاربرد یک ویدیو دیگه هم دارم لینکش رو براتون میگذارم در پایین یا در خود ویدیو ببینید وقتی ما میگم یک کلمه کلمه پرکاربرد است یا کلمه مفید است این نظر شخصی من نیست از دل خودم برتون نمیگم برای یافتن کلمات پرکاربرد بسیار میتود بسیار علمی وجود داره که میتونیم از او طریق بفهمیم کدام کلمات پرکاربرد هستند ویدئوی ما را درباره کلمات پرکاربرد ببینین بعد از اون میفهمین که کلمات پرکاربرد چی به خاطر وقت صد کلمه رو یاد بگیریم اگر این صد کلمه ما کلش پر کاربرد باشه ما میتونیم بیشتر انگلیسی را بفهمیم اما اگر در این صد کلمه 20 کلمه پر کاربرد باشه متباقیش کلمات باشه که کاربرد زیاد نداره ما شما کم میفهمیم باز انگلیسی را کسی که گپ میزنن و کلمات را که ما میفهمیم استفاده نمیکنن چون پر کاربرد نیستن بران ما شما خانیم کلمات پر کاربرد را در این کتاب کتاب را که ما استفاده می کنیم English for Farsi Speakers از کلمات پر استفاده شده اما تو دیزاین شده که تا آخر کتاب شما در حدود 3000 -4000 کلمات پر کاربرد را یاد می گیرین. دوستا یک چند کلمه پر کاربرد را که یاد گرفتیم چی بود؟ What What یعنی چی؟ Where یعنی کجا Why یعنی چرا Who یعنی کی این کلمات است که بسیار زیاد استفاده دارند با مختنی این کلمات و یک جای کردنش با کلمات دیگه که یاد گرفتین شما میتونین جملات بسیار زیاد را بفهمین کلمات سوالیه بسیار زیاد استفاده داره اگر در باری کلمات پر کار بود مشکل دارین یا کلمات را که اینجا نشته کردیم نمی فهمیم مانایشه به این ماناست که بعض درس ها را شما درست یاد نگرفتین برین درس را بعدا دوباره ببینین چندین بار ببینین و پس بیاین به این درس دوستا آمدیم در موضوع آخری درس ما شاید که شما از امو ابتدا متوجه شده باشین که ما یک چیز را بسیار زیاد تکرار کردم من پیشتر هم یک چند لحظه قبل هم براتون گفتم که ساختن جمله است خاطر که اگر یاد گرفتیم که جمله را درست بسازیم خود ما میتونیم جمله بسازیم اما سفر آموزش زبان ما کوتاهتر میشه اگر جمله ساختن را یاد بگیرین شاید در یک سال نو ماه بتانین خوب روان صحبت کنیم بناهن هدف تان باید باشه که چی کنین از همی ابتدا بفاهمین که چطور جمله ساخته میشه قوانینش چی است یک چیز نو را که یاد میگیرین استفادهش یاد بگیرین سعی کن اینجا ما برتان چند کلمه ای را نوشته کردیم یکی دو سه چار پنج شش هفت هشت نو ده یازده دوازده ده. دوازده سیزده کلمه است اگر شما عادتی را داشته باشین که فقط یک جمله را یاد میگیرین او را حفظ میکنین مانایش را یاد میگیرین بازور را یادتان میگذارین که یک جای وقت استفادهش بیا او را استفاده کنین همو یک بار استفاده کردین یا دو بار از او کلمات که یاد گرفتین در او جمله دوباره استفاده کرده نمیتونین شما چون شما دم یک جمله او را یاد گرفتین اما وقتی یک جمله یاد بگیرین و بفهمین که جمله چطور ساخته شده از کلماتی که در جمله جمله است میتونین جمله دیگر رو بسازین کلماتش تغییر بتن جمله دیگر بسازین سوالی باشه میشه منفی بسازینش منفی باشه میشه مثبت بسازینش و می ترتیب سعی کن از 13 جمله از این 13 14 کلمه ببینین که شما چند جمله ساخته میتونید. حال میایم یک میایم یک تمرین میکنیم مثلا در درس قبلی شما یاد گرفتین که I am یعنی من هستم خب سعی کنین من هستم این یاد گرفتین کجا یاد گرفتین اینجا یاد گرفتین سعی ایز. وقتی که یاد گرفتین بفهمین که باید بتونین استفاده کنین I am من هستم اه. من هستم چی هپی رو یاد گرفتین من هستم خوش I, I am happy. چی مانا داره؟ من خوش هستم اینه یک جمله رو یاد گرفتین ساختین جمله یکی دو سه کلمه داره در دا این جمله هپی خوش ام هستم آی من خوش من هستم حالا میتونین از می کلمات که در این جمله یاد گرفتین یک جمله دیگر رو بسازین مثلا اینجا داریم یو آر You are چی مانا؟ شما هستید You are شما هستید ای را که در درس یاد گرفتین باید بتانین در جاهای مختلف استفاده کنیم می اینجا با جایزی استفادهش میکنیم چی میشه؟ You are happy ماناش چی میشه؟ جمله بعدی دو جمله را تاله ساختیم سعیز شما خوش هستید جمله دوم شد You are شما هستید هپی خوش ببینید که جمله دیگرم ساخته میتونیم یا نه کلمه دیگر داریم به جای هپی مثلا میگیم You are kind شما مهربان هستید این جمله سوم ماست کلش ده دوازده کلمه است اما جمله سوم ماست خب ببینید که چند جمله از این امیت... کلمات میتونیم ساخته شما مهربان هستید یک کسی یک کار خوبه میکنه شما برش میگین خب جمله سوم بود مثلا سعی کنین بین یک جمله دیگر رو بسازیم هو یعنی کی در انگلیسی کلمات سوالیه که با دبلی شروع شدن در شروع جمله میان. هو هو کی از هو از کی است چی هو از کی است این جمله سوالی ساختن Who کی is است this این این کی است این کی است جمله چهارم ماست Who is this مثلا یک جمله دیگه می سازین اه ما شما در درس قبلی خواندیم چی را خواندیم وات را خواندیم وات 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 از دس وات از این چی است این جمله پنجم ماست این چی است این چی است خب مثلا بیشتر گفتیم هو is this این کی است حالا میگیم مثلا this is این است احمد this is احمد پیشتر که گفتیم که this is و that is رو یاد بگیرین چی از ببینین حال استفاده کرده میتونین this is احمد وقتی یک کسر معرفی میکنین میگین this is احمد ای احمد است جمله ششم شد به خیالم خب. به می ترتیب شاید بتانیم پاین ده جمله دیگر هم بسازیم هدف از این تمرین که کردیم جملات را برطانی چیز کردم ساختم و از این کارت ها استفاده کردیم هدف ما این است که برتان نشان بدم که جمله ساختن بسیار مهم است و با کلمات بسیار محدود تا تا به حال ما شما یک فصل درس خواندیم یک فصل شاید هشت هفت درس خوانده باشیم اما در این هفت درس شما میتونید جملات بسیار زیاد بسازین هر کلمه ای را که یاد گرفتین از او میتونین استفاده کنین دوست عزیز ای بود مرور بر فصل اول فصل اول را تمام کردیم تبریکتان باشه اگر به با کتاب دسترسی دارین برین در کتاب موضوعات بیشتری هم است تمرین هم است تمام تمرینات را حل کنین جواب تمرین ها را در آخر کتاب است ببینین ببینین که درست حل کردین تمرین ها یا نه. اگر در خارج هستین میتونین این کتاب را از آمازون بگیرین اگر در افغانستان هستین میشه که درس ها تعقیب کنین و از روی درس و ویدیو نوت بگیرین و هر موضوعی که در اینجا برتان مشکل بوده در تکرار و مرور برین درس قبلی را پیدا کنن و همو موضوع را باز دو دفعه سه دفعه ببینین تشکر دوستا در درس بعدی میبینیم خداحافظتان